سلام به الیل بی سوسایتی خوش آمدید من دکتر حریری هستم و در این پریزنتیشن یا این ویدیو برای شما یکی از خدمات وبسایت سایت الیل بی سایتی رو ارائه میدم در واقع توضیح میدم تحت عنوان آموزش خودآموز زبان انگلیسی با هزاران درس و ویدیو برای کلیه سنین و سطوح زبانی خب طبق معمول آرتیکل یا مقالی این ویدیو در واقع ترانسکریپتش یا مت ورژن تکست و متنیش در واقع توسط خودم فکر میکنم حدود یک سال پیش نوشته شده و من از روش در واقع ویدیو درست میکنم و از روی هایلایت ها و نکات مهم روخانی میکنم تا چنانچه شما با مقاله هنوز آشنا نیستید و اون رو نخوندید بتونید با نگاه کردن به این ویدیو در واقع نکات مهمش رو متوجه بشید همچنین لینک این آرتیکل یا مقاله رو در قسمت دیسکریپشن اریا در واقع ارائه میدم تا اینکه بخواید وارد جزئیات بشین و با جزئیات بیشتر آشنا بشید بتونید از روی متن همین مقاله مطالعه بکنید خب تیبل اف کانتنتس یا فهرست مطالب که در واقع میرم به اولین آیتم آموزش خودآموز زبان انگلیسی چیست؟ اصلا سیستم خودآموز به چه سیستمی گفته میشه؟ خب آموزش خودآموز زبان هر زبانی در واقع ترکیبی از منابع جامعه آموزشی اون زبان انگلیسی حالا در اینجا زبان انگلیسی و پشتیبانی اساتید مجرب زبان می باشد یعنی اینکه تر... مطالب درسی وجود داره درس های طبق بندی شده وجود داره و همچنین اگر سوالی داشته باشه استودنت استودنت میتونه به شکل نامحدود با مدرس یا استاد در تماس باشه خب این منابع جامعه آموزشی در دنیای امروز حتما باید به شکل چند رسانه ای یا مالتی میدیا باشه یعنی اینکه فقط تکس یا کتاب نباید باشه چون اولا تکس بورینگ هست و خسته کننده و اینکه به شکل داینامیک نیست و استاتیک هست و خیلی کامیونیکتیو نیست یعنی نمیتونه با یادگیرنده یا در واقع انگلیش student در این فضا ارتباط برقرار بکنه که شامل متن مالتی یعنی در واقع میتونه شامل متن باشه ویدیو باشه فرم کامنت گذاری صوتی و متنی باشه پادکست و غیره که در الیل بیس همه این موارد در واقع لحاظ شده خب تمامی درس ها همونطور که گفتم این،, این آرتیکل مال حدودا یک سال پیشه و بعضی از آمارها باید آپدیت بشه خب تمامی 3600 درس که در حال از 4070 درس هست موجود در سایت ما داره یه فرم کامنت گذاری متنی و صوتی می پاشند یعنی اینکه شما میتونید درس ها رو بخونید درس ها ویدیو هم دارند و چنانچه اگر سوالی داشته باشید با مدرس از جمله من به شکل نامحدود تماس خواهید داشت هم به شکل صوتی هم به شکل متنی تمامی این درس ها بر اساس روش کلاس وارونه یا فلیپت لرنینگ از قبل تدریس شدند و ویدیوی تدریس شده یا آنها در داخل درس قرار دارد خب فلیپت لرنینگ یا فلیپت کلاسز به این معناست که یک تیچر به جای اینکه بیاد یک درس رو ده بار، صد بار یا حتی هزار بار درس بده یه بار درس میده به شکل ایدئال و پرفکت تا جایی که ممکنه بی نخص باشه و ویدیوی ریکورد شده رو در اختیار استودنت ها قرار میده و استودنت ها اون رو میبینند و خیلی هم صرفه جویی میشه برای یه تیچر و هم برای استودنت قبل از کلاس میتونن ببینن و در واقع این کلاس اکتیویتی و اوت اف کلاس اکتیویتی و چنانچه چه سوال داشته باشن سر کلاس یا به شکل ایسینکرونس یا غیر همزمان با تیچر در تماس هستند و از تیچر میپرسند. حالا توضیحات بیشتر در مورد فلیپت لرنینگ یا کلاس وارونه ارائه خواهم داد انطاف پذیری در آموزش خود آموز زبان انگلیسی خب چون اگه مشغله کاری داشته باشید و نمیتونید در کلاس های حضوری یا حتی آنلاین آنلاین زبان انگلیسی شرکت کنید مثلا خیلی بیزی هستید یا اینکه مهندسید پزشک هستید پرستار هستید و خیلی نیاز دارید که انگلیسیتون رو در سطح حرفه‌ای و آکادمیک نگه دارید مقاله بنویسید پابلیش بکنید در مورد رشته خودتون به زبان انگلیسی مطالعه بکنید نه به زبان فارسی و ترجمه و این اهداف والا رو دارید و اینکه بخواید مثلا مکاتبات بازرگانی رو بدونید و غیره سیستم آموزشی ما بسیار ایدال هست برای شما و فرصت هم نداری که تو کلاس مثلا ساعت یک شنبه ساعت 8 تا 9 صبح یا شب شرکت بکنید و سیستم خودآموز و ناهم زمان آموزش زبان انگلیسی برای شما مناسبه خب شما میتونید در الیل بی سوسایتی به هزاران درس به همراه ویدیو و پادکست دسترسی داشته باشید و به شما حس استقلال بیشتری میده یعنی لرن اوتانومی خواهید داشت خب بریم سراغ قسمت بعدی اگر هم سوالی داشته باشید دقت داشته باشید که میتونید هر زمان به در واقع به زبان فارسی و یا حتی به زبان انگلیسی هر کدوم که برای شما راحته بدون هیچ محدودیت زمانی و 24 ساعته با اساتید انگلیسی خود مکالمه و مکاتبه بکنید خب همونطور که میدونید الیل بی سوسایتی آکادمی دو زبانه است ما همین کار رو برای آموزش فارسی هم در واقع انجام میدیم چون که بسیار زیادی از در واقع نان پرژن سپیکر ها دارن از سیستم سایت ما و درس های اوریجینال ما در واقع برای آموزش خود آموز زبان فارسی استفاده میکنن که در واقع من یک ویدیوی جداگانه برای اون کار تهیه کردم خب حالا آموزش معکوس یا یادگیری وارونه در زبان انگلیسی که بهش میگن flipped کلاسروم یا Fliped لرنینگ خب متاسفانه باید بگیم که هنوز بیشتر مردم بر این باورند که یادگیری زبان دوم منحصرا باید در کلاس باشه و به شکل همزمان باشه و هنوز در واقع asynchronous لرنینگ یا یادگیری غیر همزمان و همچنین flipped لرنینگ یا در واقع کلاس وارونه به شکل عملی خیلی در واقع جا نیفتاده متاسفانه ولی داره بهتر میشه یعنی سیستم آموزشی ناهمزمان یا asynchronous learning از محبوبیت کافی برخوردار نیست متاسفانه یکی از دلایلش اینه که هنوز با پتانسیل asynchronous learning یا یادگیری غیر همزمان و همچنین flipped learning یا کلاس وارنه هنوز بیشتر مردم آشنا نیستند و ما اومدیم که در این مورد سنت شکنی بکنیم و در واقع اتفاقا استقبال خوبی هم مورد استقبال خوبی قرار گرفته شده مطالب ما و همچنین سیستم آموزشی ما خب آموزش خودآموز زبان انگلیسی بر پایه یادگیری وارونه و مرکوز فلپت لرنینگ هم به شما حس استقلال آموزشی بیشتری میده که به آن لرنر اوتانومی میگویند و هم سرعت آموزش را افزایش میده زیرا درس ها از پیش تدریس شدند و ارتباط شما با مدرس برای رفع اشکال و تمرین در مورد موضوعات سختتر و پیچیده‌تر می باشد یعنی اینکه به جای اینکه هی بیاد شما تیچر به شما درس بده مدام درس بده و شما نوت بردارید کارهایی که سر کلاس های معمولا سنتی انجام میشه وقت شما در واقع بهینه سازی میشه و به بهترین شکل برای در واقع سلف استادی انجام میشه و چنانچه چه سوالی هم داشته باشید دائما میتونید بدون محدودیت با تیچر و از کلاس های خودتون اینتراکشن داشته باشید به شکل ایسینکرونس یعنی غیر همزمان و این به نفع شما و همچنین به نفع تیچر خب سیستم خودآموز یادگیری زبان مقرون به صرفه است خب شکی در اون نیست الان دلیلش هم میگم هرچند دلیلش کاملا واضحه زیرا شما در از در ازای پرداخت هزینه یک کلاس خصوصی یک ساعته که می تواند لزوما خیلی مفید هم نباشه به مدت یک ماه و بدون محدودیت زمانی و با پشتیبانی 24 ساعته اساتید ما مهارت های خود را در زبان انگلیسی و همچنین در زبان فارسی در واقع به شکل حرفه‌ای و جذاب بهبود ببخشید. قدم داشته باشید که همه چیز بر اساس فری ترایل یا تست رایگانه. همچنین شما توانید به شکل رایگان سیستم خودآموز زبان انگلیسی و همچنین فارسی رو آزمایش بکنید و در صورت جلب رضایت به زبان آموزان ما بپیوندید خب تقویت مهارت لیسنینگ به شکل خودآموز به چه شکل انجام میشه خب چند فرم داره یکی اینکه اولا در وبسایت ما 4070 درس وجود داره در حال حاضر اوایل دسامبر 2022 هستیم پنجم دسامبر در اصل هزاران ویدیو یا پادکست انگلیسی میتونید وجود بهش دسترسی داشته باشید و آنها رو بخونید در داخل دروست جاگذاری شده یا ایمبد شده تیم تولید محتوای ما صدها مستند انگلیسی رو که از برترین مستندهای انگلیسی هستن ترانسکرایب کردیم یعنی از در واقع ویدیو از صوت به تکست تبدیل کردیم به مد تبدیل کرده که به میگن ترانسکرایب کردیم که میتونید در اینجا روش کلیک بکنید در واقع اونا رو ببینید و ما اگر شما تو گوگل بزنید English Documentaries with Transcript ما رتبه نخست رو داریم و در واقع این داکیومنتری ها مو یا مستند های انگلیسی به شما کمک میکنند تا هم ویدیوی جذابشون که معمولا در مورد مثلا جانوران در مورد فضا سیارات ساینس تکنولوژی و غیره هستش سایکالوجی اونها رو ببینید متنش هم هست متنش گویاست و در واقع واژگان هم در داخل متن تدریس شده یعنی یک بسته ایه که بسیار میتونه به شما کمک بکنه و شما رو بی نیاز بکنه از خیلی از منابع دیگه از برترین تکنولوژی متن به گفتار یا تکس تو اسپچ استفاده کردیم یعنی چی یعنی که هر جا رو شما اگر انگلیسی باشه سلکت بکنید اون قسمت برای شما اتوماتیک خوانده میشه و شما میتونید تمرین تلفظ اکورت یا دقیق رو انجام بدید با تلفظ درست واژگان از همون ابتدا آشنا میشید و نیاز به مراجعه مکرر به دیکشنری نیست همونجور که در این تصویر میبینید یه قسمت سلکت شده و اون قسمت سلکت شده اتوماتیک برای شما خونده میشه خب افزایش دایره واژگان انگلیسی به شکل خودآموز خب این که دیگه بزرگترین ویژگی ال ال بارسترین ویژگی ال بی, س... بی سوسایتی که در کل دنیا مطرح است آموزش واژگان انگلیسی در متن با تصویر میش... می باشد خب مستند ارز میکنم توی گوگل سرچ بکنید Learn vocabulary in context with images که ما در اول هستیم حتی از دانشگاه کمبریج و آکسفورد و همچنین پلتفرم های انگلیسی دیگه پیشتاز هستیم چرا؟ دلیلش اینه که بیش از 2800 واژه آکادمیک تکرار میکنم آکادمیک نه هر واژه‌ای. و دشوار که در آزمون های تافل، جی آر ای و غیره هستند رو در واقع ما به تصویر کشیدیم در متون واقعی خب زبان آموزان ما میتوانند به بیش از اینجا 2600 در طول این یک سال دویس واژه دیگه هم اضافه شده واژه آکادمیک و دشوار انگلیسی دسترسی داشته باشید خب این واژگان شامل کلیه واژگان کتاب 504 واژه، کتاب 1100 واژه، کتاب 601 واژه که سخت کتاب واژگان هستش و همچنین تمامی واژگان آزمون جی که منبعش هم از در واقع جیاری کپلن هست که کامل و سخت در واقع بسته آموزشی جی ما فقط واژگان رو دقت داشته باشید واژگان رو امانت گرفتیم از این منابع و اونها رو در متون واقعی مثل مثلا مثل متن نمایش آرتیکل علمی، مقاله علمی و نمایش نامه، وبسایت، ای بوک، کتاب و غیره با ذکر منبع اون کتاب یعنی پاراگراف شما کوبک میکنه ریدینگ کامپریهنشنتون رو به شکل آثنتیک یعنی به جای اینکه متن دیکشنری مثال دیکشنری که مصنوعی هست رو بخونید اینستراکشنال ماتریال، شما آثنتیک ماتریال رو میخونید خب مثلا اینجا کلمه پنسیو رو میتونید ببینید که اتوماتیک در واقع با تصویر و تو مثال واقعی برای شما ایلاستریت شده خب این 2000 اون موقع 2400 بود الان 2800 واژه است به همراه معنی متضاد مترادف همخانواده و تصویر می باشند همچنین این واژگان در متون واقعی مانند مجله کتاب نمایشنامه متن فیلم و سایت های معتبر مقالات علمی و غیره استفاده شدند که بهش میگن authentic material یا authentic context real context آموزش واژگان در متون واقعی و با تصویر بدون استفاده از ترجمه به شما کمک میکند که در کنار آموزش حرفه زبان انگلیسی و افزایش دایری واژگان مطالب مفید و آموزنده ای را نیز به زبان انگلیسی فرا بگیرید و از این طریق انگیزه بیشتری برای فراگیری زبان به دست بیاورید یعنی اینکه موتیویشن شما رو بیشتر میکنه چون مطالبی مثلا در مورد سلامتی خودتون سلامتی جسم سلامتی بدن یاد میگیرید که یا سلامتی روح و به حال ذهن و مثلا شارپ نگه داشتن برین یاد میگیرید طول عمری در مورد این مسائل یاد میگیرید و در نتیجه بسیار میتونه اصلا فراموش میکنید که دارین انگلیسی یاد میگیرید و به شکل حرفه ای لازم به ذکر است که تعداد این واژگان هر روز افزایش پیدا میکنه شما کافیه برید به هوم پیج ما به آدرس در پایین سمت راست میبینید و میبینید که هر روز ما یک واژه جدید اضافه میشه به این 2800 بیش از 2800 واژه خب از طرف دیگر تمامی این واژگان از نظر معنایی یا مفهومی طبقه بندی شده یعنی چی یعنی اینکه این 2800 واژه شما میتونید ما بر اساس سیستم تگینگ ورک وردپرس اینها رو در واقع تگ کردیم یا کیورد که مثلا همه این واژگان از نظر این موضوعات طبقه بندی اند مثلا English vocabulary about technology, education, psychology, health uh, و غیره And Music مثلا در مورد همه اینها در واقع طبق بندی شده. مثلا شما میتونید واژگان مخصوص education رو، واژگان مخصوص مثلا paragraph development رو یاد بگیرید یا واژگان مخصوص computer یا واژگان مخصوص uh, در واقع uh, survival animals و غیره. دو هزار تا تک کتگوری بندی شده این واژگان از نظر موضوعی دو هزار یعنی دو هزار تگ داریم دقیقا دو هزار در حال حاضر خب تمرین مهارت نوشتن و مقاله نویسی به شکل خود آموز زبان آموزان الیربی سوسایتی می توانند در طول عضویت ماهانه خود به شکل نامحدود مقالات و نوشته های خود را در ارتباط با آزمون های آیلز تافل و همچنین زبان فارسی و غیره از طریق سامانه ارزیابی مقالات برای ما ارسال بکنن کافی این مقاله رو ببینید اینجا روش کلیک بکنید سامانه ارزیابی مقالات برای ما مقالاتتون رو بفرستید و ما همه رو در واقع بدون هیچ محدودیتی در طول عضویت ماهانه ارزیابی میکنیم در حال حاضر ما بیش از 230 همونطور که گفتم مال یک سال پیش 230 مقاله آیلز رو در واقع کورکت کردیم اصلاح کردیم که اگر روش کلیک بکنید با بسته دویست و سی مقاله آیلز آشنا میشید همچنین شما میتوانید 24 ساعته با اساتید ما مکاتبه کنید در پایین هر درس فرم کامنت گذاری متنی و صوتی وجود داره چنانچه درس رو خوندین سوالی براتون پیش اومد از فرم کامنت گذاری متنی استفاده می و همچنین صوتی هر کدوم که دوست داشته باشید و برای ما سوالتون رو میفرستید و ما در واقع اونها رو به همه این جواب بدیم همچنین اینکه سوال شما از نظر گرامری هم مشکلی داشته باشه ما کورکت میکنیم یعنی اینکه شما از طریق ترایل اند ایرر آزمون و خطا میتونید در واقع گرامر خودتون رو پالیش اپ بکنید تقویت بکنید به بهترین و عملی تری The most practical way to polish up your grammar knowledge از چنانچه کامنت یا دیدگاه شما از نظر گرامری مشکل داشته باشه اصلاح خواهد شد در حال حاضر این 4300 باید تبدیل به 5200 کامنت بشه 5200 کامنت و همچنین فورم داریم یعنی انجامن داریم مثلا شما شاید یه سوالی داشته باشید که شامل درس نباشه یعنی مربوط به درس نباشه اصلا این سوال گرامری دارید یا سوالی مربوط به مقاله نویسی دارید میتونید در قسمت فورم یا انجمن های انگلیسی ما ما انجمن فارسی هم داریم انجمن های انگلیسی که طبقه شدن وارد بشید و سوالتون رو مطرح بکنید و تیم ما از جمله من بلافاصله و با جزئیات کامل به سوال شما پاسخ میدیم خب تمرین صحبت کردن به شکل خودآموز به چه شکله در طول عضویت ماهانه خود 24 ساعته و بدون محدودیت زمانی و به شکل نا هم زمان میتونید با من و اساتید دیگه صحبت بکنید پیام صوتی بذارید پیام صوتی دریافت کنید اگه پیام صوتی شما از نظر واژگان تلفظ اشتباه داشته باشه کرکت میشه این کار از طریق فرم کامنت گذاری صوتی که در پایین هر درس قرار داره انجام میشه و همچنین سامانه آنلاین سامانه گفتگو آنلاین که برای کسایی که در واقع لاگدین هستن یعنی عضو سایت بشن دیده میشه در پایین سمت راست افرادی که عضو سایت هستن میتونن اون سامانه رو ببینن و 24 ساعته با ما صحبت بکنن این یعنی با هزینه یک کلاس خصوصی یک ساعته شما می توانید به شکل نامحدود در طول عضویت ماهانه خود با اساتید ما به زبان انگلیسی صحبت کنید و این به نفع شماست از, از نظر هزینه‌ای و همچنین از نظر علمی خب تمرین مقالات صحبت کردن به شکل ناهمزمان و نامحدود شما رو برای آزمون مصاحبه آیلز به بهترین شکل ممکن آماده میکنه چون آزمون مصاحبه در واقع یک داد و ستد صحبت کردن بین اگزامینر و شما هستش و در واقع این بسیار ایداله چون شما همیشه پردازش میکنید صحبت کردن خودتون رو ارزیابی میکنید صحبت کردن خودتون رو و در واقع اشتباه های خودتون رو هم متوجه میشید خب تمرین خواندن مهارت خواندن خب با خواندن صدها داستان کوتاه انگلیسی که اگر روش کلیک بکنید بسته داستان های انگلیسی که در واقع ورژن فارسیش هم وجود داره دقیقا نه ترجمه بلکه ورژنش مقالات علمی جالب و مفید و همچنین متن مستندهای انگلیسی جذاب می توانند مهارت خواندن و درک مطلب خودتون رو میتونید تقویت کنید و چه از این بهتر ببینید مستندهای علمی لینکش اینجاست همچنین مقالات علمی و جالب که اتفاقا بسیار چون مستند و آثنتیک هستش و برای زبان آموز ننوشته شده یعنی برای نیتیو سپیکر انگلیسی نوشته شده و این بهش میگن آثنتیسیتی در نتیجه بسیار جذاب و آموزنده و مستند هست در تمامی منابع آموزشی ما برای مهارت خواندن واژگان آکادمیک و دشوار به شکل لینک های قابل کلیک یا هایپر لینک وجود داره یعنی اینکه شما میتونید واژگان سخت رو در داخل متن یاد بگیرید به جای اینکه برید واژه رو توی دیکشنری پیدا کنید. در داخل متن میتونید پیدا بکنید و یاد بگیرید به طوری که شما نیاز به مراجعه به دیکشنری نخواهید داشت همچنین تمامی متون انگلیسی در سیستم آموزشی خودآموز زبان زبان انگلیسی یا لیل بی بیسوسایتی گویا هستند یعنی اینکه شما روش کلیک بکنید و سلکت بکنید هر قسمت رو اتوماتیک برای شما خونده میشه همچنین در صورت داشتن هر گونه سوالی هم میتونید در متن در که در متون انگلیسی هستن شما میتونید از در واقع فرم کامنت گذاری متری و صوتی استفاده بکنید و 24 ساعته با من و دیگر اساتید سایت مکالمه و مکاتبه کنید یعنی هر چهار مهارت زبانی به شکل طبیعی و عملی تقویت میشه خب آموزش خودموز انگلیسی برای بزرگسالان ما اینجا باید در واقع یک آگاهی رو به شما بدیم که سیستم آموزش خود آموز بر اساس ایسینکرونس لرنینگ یا آموزش غیر همزمان بر اساس سلف استادی و فلیپس لرنینگ برای همه افراد در واقع پیاده سازیش امکان پذیر نیست این سیستم برای کودکان و یانگ لرنر ها مناسب نیست چون که یانگ لرنر اتنشن اسپن کمی داره زود حوصلش سر میره پس اگر شما یانگ لرنر هستید ما سیستم خود رو به شما در واقع یا اینکه یان، یانگ لرنر رو سراغ دارید این سیستم رو به شما پیشنهاد نمی کنیم و همچنین اگر مبتدی هستید چون اگر در واقع پروفیشنسی لول شما بسیار پایین باشه یعنی الیمنتری باشید و بیگینر باشید این سیستم رو ما برای شما پیشنهاد نمی کنیم در غیر این صورت مخصوصا اگر بزرگسال باشید و اینترمدیت باشید یا اینترمدیت به بالا باشید به نظر ما این سیستم با تست رایگان برای شما بسیار ایدار است هم از نظر هزینه هم از نظر تجربه آموزشی و استقلال و به حال میتونید تست بکنید به شکل رایگان خب اینجا هم کلمات کلیدی که related post هستش در واقع forum definition in context with images و چون در واقع تک ها با فارسی هم ادغام شده آموزش زبان فارسی در وسایل ارتباط این، asynchronous conversation in English to practice speaking و همچنین English presentation on learning styles English presentation e-learning versus distance learning و غیره که این پنج اوتوماتیک سلیکس میشن با درسهایی که بر اساس اون تک ها هستش و شما میتونید واژگان رو هم به همین شکل یاد بگیرید خب خیلی متشکر از توجه شما برای اینکه با ویدیوهای دیگه ی ما در واقع آشنا بشید پیشنهاد میکنم که یوتیوب چنل ما رو سابسکرایب بکنید و در واقع اگر هم سوالی داشته باشید میتونید در قسمت کامنت سوالتون رو مطرح بکنید و یا اینکه به وبسایت ما سر بزنید و با ما در تماس باشید به آدرس LLB.NET خیلی متشکر شب و روزتون بخیر خدا نگهدار